24 سپتامبر سال 2022 به اداره پایگاه خبری بامداد ثبت های ویدیویی را فرستادند که در آن لحظه های با کمک کران و تجهیزات مخصوص از رود فوندریو بیرون کشیدن ماشین مرسدس بنز و یک مسافر آن ثبت شده است. این ماشین شام 31 آگوست به جری چقوریش 50 متر سرازیر شده سپس به دریو رفت. در این صدمه راننده ماشین اسماعیلوف اکیم سال تولدش 1965 ساکن نویه عینی که با ماشینش به کراکشی مشغول بوده است و آن شام از دوشنبه به ولایت سغد مسافر می برد و مسافرش نصرالدینوف نورالله سال تولدش 1962 جراحات های سخت برداشتند اما زنده ماندند، ولی مسافر دیگر ماشین را آن شام نس او برد. به گفته منابع بامداد که این ثبت های ویدیویی را فرستادند، در آن ماشین ساکن نویه عینی و جماعت چورکو و واروخ اسفره از دوشنبه به ولایت سغد سفر داشتند. به این دلیل گروه جوانان از جماعت واروخ چند روز باز در نویه عینی قرار داشته در جستجوی قربانیان صدمه اشتراک دارند. همصوبتان بامداد خبر دادند که در دوام 5 روز جستجو به نجات بخشان از کمیته اولادهای فوق‌العاده میسر شد که دو جسد را پیدا کنند و از آب بیرون بکشند. یکی از آنها سرباز اسفره است که نامش را هنوز معین کردن نتوانستیم و دایومی نصرالدینوف مراد سال تولدش 1985 پسر یگانه مسافر زنده مونده در آن صدمه نصرالدینوف نورالله، ولی جستجوی آخرین قربانی این صدمه همچنان ادامه دارد. منابع بامداد گفتند که او عزیزالا زایدبایف زاده جماعت واروخ پسر طبیب آسایشگاه زمرد ظهورالا زادیبایف می باشد. عزیزالا خداوند رحمتش کند دانشجو بود و آن شام از دوشنبه برای عیادت والدانش می رفت. هر سال بر اثر صدمه ها در روهای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شود.